بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بینندگان عزیز، اولا ما مکرر اینجا تکرار کردیم شیعیان اهل بیت اهل بدزبانی نیستند. این به کل دنیا برسد، هر جا به نام تشیع فحش و بدزبانی سر زبان کسی آمد بدانید اینها تایید امام صادق نیست. حتی نه به اینها که حالا ابوبکر و عمر من کار ندارم، حتی به کفار ما اجازه نداریم، حتی به حیوانات در احادیث شیعه اهل بیت داریم که آقا به حیوانات هم جسارت نکنید. اصلا بدزبانی شأن بچه شیعه نیست، این به طور کلی. اما کسانی که میان حکم کفر صادر میکنن، یعنی یه وقتی ما به بچه شیعه میگیم آقا فحش ندید، اگه فحش بدید کار زشتی کردید، یه وقتی نه میگن اگر فحش بدی کافر شدی باید کشته بشی، این دیگه مشکل داره. ما منابعی رو آوردیم که اثبات میکرد ولو کار ناشایستی است، ولو توهین به هر کس کار خوبی نیست، اما اگر کسی روی زبانش توهین کرد به ابوبکری، به عمری، به عثمان، آیا واقعا حکمش کشته شدن است؟ آیا پیغمبر اکرم حدیث صحیح السندی دارد که بفرماید هر کس به ابوبکر توهین کرد باید بکشید؟ این جریان رو داشتیم نقل میکردیم. آلوسی بغدادی از بزرگان مفسرین سنی است، در کتاب تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحه 293 ذیل آیه 43 سوره شورا چنین نقل میکند: و اخرج احمد و ابو داوود عن ابی هریره. ایشون میگه احمد ابن حنبل تو کتابش حدیث آورده، ابو داوود هم در سننش این حدیث رو آورده از آقای ابو هریره صحابی که شما رو سرتون میگذارید. ابو هریره چی گفته؟ ان رجلا شتم ابا بکر و النبی جالس. ابو هریره میگه یک مرد اومد در مقابل روی پیغمبر، ابوبکر نشسته بود، فحش داد به ابوبکر ابن ابی قحافه خلیفه اول. فجعل علیه الصلاه والسلام یعجب و یتبسم. پیغمبرم نشستن هیچی نمیگن، با تعجب متبسمن و میخندن. کجاست کسانی که میگن ما پیرو سنت پیغمبریم؟ واقعا اگر فحش به ابوبکر حکمش کشتن است، حکمش قتله، حکمش فسق است، حکمش بی عدالتی است، چرا پیغمبر یک کلمه نفرمود؟ چرا پیغمبر وقتی دارن به ابوبکر فحش میدن آقا نشسته و متبسمن و میخندن؟ جواب ما رو بدید. منبع شیعه نیست، آلوسی بغدادی است، تفسیر روح المعانی است، احمد حنبل هم نقل کرده، ابو داوود هم نقل کرده که اومدن جلو رو پیغمبر به ابوبکر فحش دادن، پیغمبر چی نگفت؟ شما حکم قتل از کجا صادر میکنید؟ Straight Away TV. YouTube.com/StraightAwayTV. Apparrot.com/RocoRast.